امیر المؤمنین، علی امام متقین، علی تمام هستی زهرای اطهر و نبی، زهرای اطهر و نبی. دعای حاجیان بر گرد کعبه، صدای آب زمزم یا علی بود. به بام آسمان از صبح آغاز، فلک را نقش پرچم یا علی بود. فلک را نقش پرچم یا علی بود. علی 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 جانا، علی 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 جانا، علی 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 جانا، علی 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 جانا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا احمد ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته العتيبين الانجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الامام المبين الكهف الحسين غياث المضطر المستكين، صاحب الامر والزمان، ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام، و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات محمد. در ادامه فرمایشات و به عبارت بهتر سفارشاتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مرقوم داشتند و نوشتند برای حضرت امام مجتبی علیه السلام، به اینجا رسیدیم که حضرت امیرالمؤمنین نوشتن حسن جان، حال که خداوند تبارک و تعالی هدایت کرده از تو را، حالا این عبارت مولا اینه که هنگامی که هدایت نصیب تو شد، هدایت گردیده شدی، پس پوده باش برای خدای خودت خاشع ترین، در مقابل خدا خشوع کن که خدا چنین لطفی به تو کرده که هدایت بیابی به سوی راه میانه، راهی که نه افراط و نه تفریط در آن باشد، راهی که خداوند تبارک و تعالی رو میپسنده. حضرت بعد از این جملاتی که فرمودن چنین مرقوم داشتن: وعلم حسن جان، پسرم بدان، ان امامک طریقا و مسافت بعیده، بدان که تو مسیر طولانی را در پیش خواهی داشت، به عکس آنچه که ما فکر میکنیم. ما گاه اوقات مشکلات زندگی تا بهمون فشار میاره، میگه می کاش بمیرم راحت شم، که میگه اول راحتیه. تعداد کسانی که شروع مردنشون راحت میشن واقعاً
و خیلی کار براشون آسان است، تعداد زیادی نیستند، تعدادشون خیلی کمه. یعنی واقعا اینقدر ما مطمئنیم از اعمال خودمون که میگیم اگر بمیریم راحت میشیم، فلانی از دنیا رفت راحت شد. از چه چیز راحت شد؟ اگر یه مریضی تو این دنیا داشته است و حالا به حسب ظاهر داره زجر میکشیده است، ان شاء الله رحمت خدا شامل حال این آدم میشه. ان شاء الله، چون شیعه امیرالمؤمنینه، درد و رنج این دنیا، درد و رنج آخرتش رو ازش کم میکنند. اما مسافت یه مسافت طولانی است. هزاران هزار سال طول میکشد از این حالایی که ما تو همین چند ساله اگر کسی از دنیا برود تا وقتی بناس قیامتش بپا بشه. و امیرالمؤمنین میفرمان مسافت بعیده، یعنی یه مسیر زیادی رو انسان باید طی کند. چیزی که در روایات داریم آن است که حالا مخصوصا نسبت به شیعیان، یه سریشون که خب متاسفانه خیلی کاراشون خراب باشد، امکان داره به جهنم برزخی هم کشیده شوند. یه سری تعداد کمی که کاراشون فوق‌العاده خوبه، بله اون بهشته برزخی براشون خواهد بود. ولی یه عده که میون حال باشن، مخصوصا تو امور حق و ناسی که همچی مهمی نبوده براشون، یه سری مسائلی اینا به این راحتی نیست. اون طرف در یه حیرت و سرگردانی عجیبی به سر میبرن. من نمیخوام بگم خواب حجته، اما بعضی از خواب ها هم نشانه هایی دارد که حساب کتاب باید روش باز کرد. خوابی که حجت است فقط خواب امام معصوم و پیغمبر معصومه. اما یه سری خواب هایی هم بعضی از افراد میبینن، اینا را نمیشه روش حساب باز نکرد. یه نمونش عرض میکنم، کسی که خیاط بوده، این آدم تا پارچه می آوردن پیشش، خواه نخواه تا می بریده برای اینکه لباسی به دوزد، یه سری چیزهای ازش اضافی می آمده بی توجه به اینکه حالا اینا پارچه های، یعنی حالا کار ندارم به لباسی، یه نوع خیاطی خاصی، بی توجه به اینکه حالا این زیادی پارچه ها را میشه این کارا کرد که تا شخص میاد ببره جنسش را بگه آقا یه مقدار خورده پارچه تو داری، چی کارش میخوای بکنی؟ یه وقت به شما میگه هرچی صلاح دونست، مهم خب هرچی صلاح دونست، یعنی اختیارش دیگه با شما، هر کاری میخوای بکن. یه وقت ممکنه بگه بده من میبرم بالاخره یه کارش میکنه. رو این حساب که به حسب ظاهر برای این آقا یا این خانم فایده ای ندارد، این خورد پارچه ها رو هم تو جمع کرده حالا یا استفاده ای کرده از یه مقداریش را، یه مقداریش هم استفاده نکرده و از دنیا رفته. حالا با تمام اعمال خوبی که داشته، خودش گفته من حساب این کارا دارم پس میدم، ماه هاست از حساب این خورد پارچه هانو بیرون نیمدم. را داشته دیگه، راشی موده که به شخص میگه آقا یخت خورد پارچه داری میبری یه حلال میکنی، یه کلمه، این یه کلمه رو نگفته، بی اهمیت بوده براش مال بندگان خدا. خلقم اینجا میگذرن، ممکنه تابشون بگه خب قابلی نداره، اما تابشون نگیم و اون طرف بنا باشد بفهمن یه تیکه ده سانت پارچه‌ای که به هیچ دردشون نمیخورد داشتن وقت ازش نمیگذرن، چون میدونن به سر سوزنی چیز محتاجه. حالا یک نمونشو من عرض کردم، ببینین تو شغلای مختلف چقدر این مسئله پیش میاد، چقدر باید حواس جمع کرد.
مولا میفرمانی یه مسیر طولانی رو تو در راه داری، یعنی معلوم نیست این حساب و کتابایی که تو باید جواب بدهی خیلی سریع بتونی جواب بدی و رد شی، و مشقت شدیده. کی داره این جملات رو میگه می نویسه؟ امیرالمومنین برکی برای فرزند خودشون، فرزندی که مولا میدانن او معصومه. وقت چی تو من بیام بگم یا علی خدا بزرگ ارحم الراحمینه؟ بله، مظهر ارحم الراحمینه خدا یعنی امیرالمومنین دارن اینا رو می نویسن که حساب کتابه. شیعه هستی باش، فرزند علی ابن ابی طالبی باش، بدون حساب کتاب دارد. اگر بنا باشه بی حساب کتاب باشد خیلی مشقت آورد. رفقایی که شاگرد زیر دست دارند، شاگردم مزدش روزانه است، چطور بیان نگه دارن مزد او را تا یک هفته؟ کاری ندارم به ماه که چند ماه گاهی طول میکشه تا مزدش شاگرد را بدن. آیا من به مناسبتی شاید بیش از یک سال پیش از این مسئله را عرض کردم، ما که حسابمون حسابای بازاری یا دقیق است، من میخوام بدونم اگر مزد این شاگرد من ندادم تا یه هفته، یه وقت من با شرط میکنم آقا تو سر یه هفته بیا این مزده بگی، اون یه حساب دیگریست. ولی اگر کار روزانه است، یا یه هفته باید بیاد، ماهی طول میکشه تا یکی دو ماه تا من پول این آقا رو بدم، پولش پیش کیه؟ پولش پیش منه، منم دارم کار میکنم. با پول کی؟ با پول این شاگرد. سر هفته که باید بهش میدادم پول رو و ندادم، سر ماه دادم. این هم روش نمیشه بگه سوده این پول ما چطور میشه؟ یک ماه پیش شما بود اسباش کار کرد، بخواد این حرف رو بزنن اه ربا خورم شدی؟ بخواد حرف بزنه شاگرد زیاده با بیکار خیلی حسا، یعنی با تهدید، با ترسی که این آقا دارد از بیکار شدن و غیره داره از حق خودش می گذرد. اگه من خواستم این پول این آقا رو توی هفته رو بکنمش، یه ما بهش ندم، باید با این که کوچیکتری منه، با این که بچه است، اگه به بلوغ نرسیده باید از اولیاش حلالیت بطلبم، اگه به بلوغ رسیده است باید به خودش بگم من حلالم کن، حلال مثلا نمیتونم بدم، اگرم میتوانم بدهم و ندهم 7,000 تومانی که توی یه روز باید به این بدم، نه 20,000 تومانی که توی یک روز باید به این بدم و ندم، نمیدونم چی باید کن. مولا اینجا نفرمودن حسن جان تو پسر منی، پسر بی واسطه منی و شیعه منم که هستی، کاردم که درسته، امیرالمومنین یقین دارن فرزندشون معصوم است، پس دارن به من شما میگن همون طور که خدا تو قرآن به پیغمبر حالت تهدید میفرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر ما اگر تو هم مشرک بشوی تمام اعمالت باطله، پیامبر ما هستی که باش تمام اعمالت باطله اگر مشرک شدی. این طرز حرف زدن امیرالمومنینم با پسرشون یاد گرفته از حرف زدن خداست با پیغمبر، یعنی خدا نمیدونه از پیغمبرش معصوم است، خدا پیغمبر معصوم قرار داده. اگر خدا سر سوزنی اعتمادی به پیغمبر خودش نداشت، نباید پیامبری را به اون میداد. خدا قطع و یقین دارد به این مسئله، تمام دنیا را برای این پیغمبر آفریده است، اما با این حال پیغمبر را میگوید تا بقیه حواسشون را جمع کنند. مولا به فرزند خودشون دارن میگن برای اینکه من حواسم را جمع کنم.
به اعتماد این که حالا من شیعه امیرالمومنینم، یه سری کارای بر اهل بیت کرده ام، نمیدونم یه عبادتی انجام دادم، همه اونا سر جای خودش، خلافاییم که باید جواب پس بدم سر جای خودش، خدا ازش نمیگذره، حسابای خدا حسابه. بله از روی لطفش یه خوبی رو 10 برابر جواب میدهد، یه حسنه رو 10 حسنه میده، 70 برابر میدهد، 700 برابر میدهد، بیش از 700 برابر میدهد. اما همه ی اینا دلیله بر اینه که بدی را دیگه حساب نمی کنه. چی گفته؟ بدی را چشمشا میبنده؟ کجا گفته؟ قرآن که برای کفار نازل نشده، آیات قیامتی قرآن که برای کفار نازل نشده، برای من نازل شده. درباره من است که اگر مال مردم رو بخورم وقت باید جواب پس بدم و هر گونه حقی رو از بین ببرم. مولا می فرمان مشقت، راه طولانی، سختی بسیار شدید، نمی فرمان فقط مشقت دارد، می فرمان مشقت شدیده دارد. خود مشقت یعنی سختی، تازه تأکید می کنن که سختی بسیار زیاد، بسیار محکم و اون چیزی که تو فکرش هم نمی کنی. و انه لا غنا بکفیه عن حسن الارتیاد. حسن جان تو بی نیاز نیستی از کوشش صحیح. گاهی اوقات ما کوشش میکنیم ولی صحیح نیست. از کوشش صحیح تو که پسر منی بی نیاز نیستی، بگه چه برسه دیگران. و قدر بلاغ کمن از زاد، تو بی نیاز نیستی از این که زاد و توشهی برای آخرت برداری، احتیاج به زاد و توشه داری. ما خفت وحر، تو احتیاج داری به این که روی دوشت سنگینی نباشد. سنگینی رو دوش ما از دوتا مسئله است. یه سنگینی هست باید برداریم و یه سنگینی را نباید رو دوشمون بیاوریم. اون سنگینی که رو دوش ما هست و باید برداریم مسئولیت های ماست. اگر این مسئولیت رو درست انجام دادیم سبکش کردیم، شانه های خودمون رو از این بار سبک کردیم. و اگر که این مسئولیت رو درست انجام ندیم، این سنگینی به حال خودش باقی میماند. و اما آن سنگینی که نباید رو دوش ما بیاد، سنگینی گناهه که اگر آمد باید با توبه و با موارد دیگر، گاهی اوقات باید کفاره داد، نماز است باید قضاشو خون، روز است باید قضاشو گرفت، حق مردمه باید داد و به این واسطه سبک کرد. و این تنها مثال نیست، بلکه در قیامت به حقیقت می پیوندد. یعنی من حالا ممکنه بگم که خیلی خوب من مسئول فلان جا شدم، حس نمی کنم سنگینی، حس نکردم، من رو ترازو هم رفتم 80 کیلو بودم، اتفاقا تکون نخوردم، 1 کیلو هم کم شدم. اینا که بازیه و شوخی، حقیقتش اونه که اون طرف نشون میده خودش را. نمونه هاشم خدا این طرف برای ما گذاشته. نمونه دارم عرض میکنم که یه امر معنوی، یعنی چیزی که مادی نیست، نمیتونی بگیریش، اما رو بدن ما اثر میگذاره. یه نمونهش عرض میکنم، خدا نخواد برای کسی، ولی به هر حال کم و زیاد افراد حس کرده اند. کسی که داغ میبینه، داغ دیدن یه امر معنویست، یعنی یه ضربه یه روحیست که به من وارد میشه. درست؟ چرا پا من سست میشه؟ من روز تشییع پدرم، یکی از دوستانی که اینجا هستن نظرشون هست، چون خودشون زیری بغلی منو گرفتن،
ما تا رسیدیم، حالا حاج آقای ما تو این مسجد نماز خونده شد و بردن بدنشون رو بیرون، تو خیابون که رسیدن که رد حالا بناس بشه بره به طرف ابوالعباس، من یه طرف یه دفعه دیدم هیچ نیروی تو زانوم من نیست، رها شدم رو زمین که تو حالت افتادن زیر بغل من گرفتن، یکی از رفقا دو نفر گرفتن که یکشون الان اینجا هستن. یعنی حقیقتا هیچ نیروی دیگه در خودم حس نکردم، دیدم دارم میفتم تمام. چه سریه که امام حسین علیه السلام میفرمان کمرم شکست، حضرت حالت خمیدگی بهشون دست داد. نه شوخی بردار باشه، نه یه تعبیری باشد که انسان بگه که خب تشبیه کردن، خیر، واقعا کمر طرف درد میگیره، حالت شکستگی احساس میکنه. تو قیامت هم اینطوره، سنگینی گناه رو من حالا حس نمی کنم، میخوام به شوخی بگیرم بله سنگینی مسئولیت، ما رئیس اداره شدیم که چیزی حس نکردیم از اینکه سنگین باشه، چونامون هم چیز سفترم شد اصلا سینمون هم مده جلوتر. اما قیامت در روایت است بعضی از افراد به قدری سنگینی میکنه شانه هاشون رو، هم تو خم میشن از سنگینی و خم میشن تا اون جایی که بعضی تا نزدیک زمین میرسه صورت اونها، بعضی بینیشون به زمین کشیده میشه از شدت خم شدن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان حسن جان تو با تمام کارهای خوبت باید حواست جمع این مسئله باشد که شانه‌های خودت را سبک کنی. عرض کردم به دو صورت، یک مسئولیت داره درست انجام بدی، دو اینکه گناهی روی دوش تو نیاد وزر و بالش. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك. خیلی جمله عجیب، حضرت می فرمان شانه هات رو سنگین تر از طاقتت نکن، یه مسئولیت هایی رو نپذیر که طاقتش نداری. تو که اگر خودت می دانی، به ما دارن می فرمان، تو که خودت می دونی اگه این مسئولیت رو قبول کردی نمی تونی حقش ادا کنی، چرا پس قبول می کنی؟ نگو قبول میکنم به امید خدا، ولی یه همین خدا داره میفرما طاقت خودتو بسنج. البته انسان نباید اینطور باشد که با ترس از این مسئله موجب شه بسیاری از مسئولیت را قبول نکنه، اونم یه اشتباه دیگری است، اونم سر جای خودیه، وقتم طاقت داره با قبول نکند اونم اشتباهه. اما مردم بیشترشون رو این اولی گیرن، یعنی فوق طاقت خودشون دارن یه سری کارهای انجام میدن. نمونه های مختلف، این آقا میدونه طاقت این که ماهی 1,000,000 تومان بتونه پرداخت قرض کند ندارد، میگه علالا ما حالا یه چیز قرض میکنیم بالاخره خدا بزرگه، مگه حساب کردی که میتونی این قرض رو پرداخت کنی؟ حالا که این مسئله رو گفتم الان یادم اومد که این اتفاقات دیشب همینجا تو مسجد موردش و نمونش بود. یه بنده خدای اومده بودن از یه کسی قرض کرده بودن که حالا این آقای قرض دهنده اومد پیش من، اینجا بودن دیشب، نمیدونم الان هستن یا نه، گفتن من به این آقا قرض دادم در منزلش، گفته من به شما میده هم مثلا میرم و از بانک قرض میکنم میام فوری ظرف 4 ماه پول شما رو میدم، حالا مثلا 1 سال این گذشته نیامده بده، منم خودم دختر دارم مشکل دارم، اونم میدونم نمیتونه الان بده، وظیفه من چیست؟ یکی از سوالاتی که ازشون کردم همین بود که شما وقتی میخواستین به این قرض بدین کاملا ازش سوال کردین تو میتونی پرداخت کنی یا نه؟ تو که یه شغل بسیار ضعیفی داری 15,000,000 ظرفی 4 ماه چگونه میخوای بدی؟ اگر گفته از بانک میرم میگیرم، این آقا رفته بپرسه که بانک به این آقا با شرایطی که این دارد بهش میده؟ گفتن نمیدونم.
گفتم یا همه تو از دهان مردم شنیده است، حالا بیجی برو بعد قرض کن. آخه این که نمیشه. هر نوع باری را مولا میفرمان باری را بلند کن که به اندازه ای باشد که بتونی جوابگو باشی، بتونی تحملش را بکنی. پس حمل نکن بر دوش خودت فوق طاقت خودت. فیکون ثقل ذلک و بالا علیک، سنگینی این مسئولیت ها روز قیامت و بال میشه برای انسان. راستی اون مقدار مال جمع کن که بتونی جوابگو باشی، راستی اون مقدار خرج کن که بتونی جوابگو باشی. ما فکر میکنیم فقط درآمدمون جواب پس دادن داره، حالا اینکه خرج کردنمون هم جواب پس دادن داره. همین مودی که فعلا افتاده تو بسیاری از افراد، بعضن یه موبایل میشه دوتا موبایل، یه قیمتی یه موبایل نمیدونم چندی میلیون تومن پول یه موبایلی که طرف دستش میگیره. مشکلی نیست، حلال حرام ما نمیگیم، ولی این باید جواب داده بشه که آیا واقعا کار سازی داشت؟ این چیزی که شما دستتون بود مثلا 3 میلیون تومن قیمتش بود، راستی 3 میلیون تومن برای شما کارایی داشت؟ چی بود کاری که دست شما بود؟ صرف این که من دارم و از راه حلال به دست آورده ام دیگه، حالا هر کاری دلم بخواد، نه اینجا دلم بخواد نی، باید عاقلانه باشد، باید عاقلانه باشد. دین ما به ما میگه تو اگر دیدی یه نفر پول رفته به دست آورده است، پول زیادی داره، حالا مثلا وایسته دادم رودخونه زاینده رود با 5000 یا داره قایق درست میکنه، کاغذهای خوبه باش قایق درست کنی زود خیس نمیشه، قایق باش درست میکنه میذاره راه به زاینده رود و بره. وظیفه شما چیه؟ اینست که دستی این آقا رو بگیریم یا ولی یه این آقا رو خبر کنین بگون این آقای مقداری اساسا مشکل دارن، حق تصرف تو مالشون این آقا ندارن از نظر شهری. چرا؟ چون کار آدم عاقل نیست این کار. یه سری خرجایی که الان داره میشه بعد واقعا از حالت عاقلانه موردن دارد میرد بیرون، اصلا تعجب میکنه آدم. نمیخوام من وارد مثالاش بشم، مولا میفرمان مواظب باش هر کاری که میکنی حواست جمع وزرا و بالش باشه، یعنی جواب گوش باید باشی. سنگینی بارش رو دوش تو هست، چه بخواهی چه نخواهی. بعد حضرت وارد مرحله دیگری میشن، حالا دنبال همین مسئله که تو پول به دست آورده ای، خرج و برنامه باید رو حساب و کتاب باشن. حالا اگر برخورد کردی با یک انسانی که نسبت به تو از نظر مالی ضعیف و زندگانی خودش نمیتونه بگذرونه، وظیفه تو نسبت به این آدم چگونه است؟ که حالا اگر توفیق و حیاتی باشه انشالله جلسه آینده. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به دستوراتشون رو به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجل ولیک الفرج و اکشف عن همه و غمه و حزنه و اقض حوائجه و حوائج محبیه و اشف مرضى من محبیه و اغفر الموتى من محبیه. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اتباعه و شیعته و اجعل عواقب امورنا خیرا بجاه محمد. علی جانم، علی 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 جانم.